بعد یه بیلبائو خیلی کوچیک بود توی ایران. بعد بدونه من تو رخیان استقلال نبودم، ولی تو رخیان ما کسی نمیاد بگه که اونا گل نمیزنن. یه چیزی گفت آقای پروین 89 نفر این گفت ما نمیبازیم، میخوایم اسم ببرم کیا دیگه بازی نکردن، کیا فوتبالشون دیگه نبود. سال 74 تیم آراد دوباره سقوط کرد به دسته یک کشور. من فکر کنم که دیگه کم کم داشت پول میومد توی فوتبال ایران، حالا به اندازه خودش داشت پول میومد، ولی خب به هر حال آرارات سرمایه گذار آنچنانی نداشت که بتونه، درست از نظر سخت افزاری حالا بالاخره یه امکانات خوبی داشت، ولی از نظر مالی و به هر حال ضعیف‌تر بود به نسبت تیمای دیگه. بعد اینکه خب یه سری از بازیکن‌ها من فکر می‌کنم که به خاطر پیشرفتشون، به خاطر اینکه به جای بالاتری برسن، من خودم مثال میزنم دیگه، باید اون به قول معروف اون به اون درجه که توی آرارات بود رسیده بودن، یعنی به اون حد رسیده بودن، و برای پیشرفت شما باید باشگاه رو ترک کنی. حالا خب خیلی ها این کارو میکنن، خیلی از کشورهای دنیا که تیمایی که مثلا بازیکن سازن، مثل آژاک، مثل تیمای دیگه، یه بازیکن میارن توی یه سطحی قرار میدن، بعد بازیکن رو میدن میفروشن، بعد میرن جایگزین. متاسفانه تیم آرارات بعد از اون سال خب چون جوانای خوبی داشت، من فکر کنم که توی آکادمی خب دوباره این کارو انجام نداد، انجام داد، ولی من فکر کنم که اونطوری که باید و شاید خب اون آکادمیکو دوباره راه ننداخت، یعنی اون تیما بودن، وجود داشتن ها، ولی خیلی دیگه اون آرارات سابق مثلا اون، خب به هر حال توی همه تیما، توی همه فصول، خب شما یه فصل طلایی دارین، یه بازیکنایی دارین که به هر حال شاید مثلا نسل طلایی اون چیز باشه. من فکر میکنم که آرارات خب به هر حال از گذشته بازیکنای بزرگ داشت، از همون حالا یه سری آدمایی که مثلا بگیم مثلا شما نمیشناسین، اسمشون نشدیدین، خب اصلا ببین آرارات فکر میکنم حدود 68مین سال سالگرد تاسیس فوتبال آراراته. شما از اون موقع تا الان، خب تا اون موقعی که ما توی دسته یک بودیم، خب ما تیم خوبی داشتیم، یعنی آرارات تا سال 80 تیم خوبی داشت، ولی متاسفانه حالا واقعیت رو به شما بگم، به خاطر کم شدن جمعیت و اینکه خب به هر حال شما فقط میتونین از اقلیت استفاده کنین تو اونجا، خب شرایط فرق میکرد. شما حالا بیلبائو رو نگاه کنین، آراد یه بیلبائو خیلی کوچیک بود توی ایران، و من فکر کنم که خب به هر حال جمعیت وقتی کم میشه، خب نیرو کمتر میشه، و من فکر کنم اون بیشتر باعث و بانی این که مثلا تیم آراد حالا به این روز افتاد و حالا یه مدت گپ داشت، دوباره شروع کرد، دوباره گپ افتاد، دوباره شروع کرده، من فکر کنم که باعث بانش این بود که نیرو نداشت. بعد بدونه ببین یه چیزایی هست توی فوتبال خب یه که فقط من و شما خبر داریم، یه چیزایی هست که همه خبر داره. من فکر کنم که من واقعیتش نمیدونم جدی، اینا 100% بهتون میدم که نمیدونم، ولی خب به هر حال حالا تا اون چند سالی محروم بودن و بعد اومدن اضافه شدن به تیم و اون نتایج درخشانی که تیم پرسپولیس گرفت، من فکر کنم که شاکله اصلی تیم استانکو بود، بعد خب مدیریت خوب آقای پروین باعث شد که تیمم چند سالم آقای پروین نتایج خوبی بگیره. بذار من جوابتون بدم دیگه، من تو رخیان استقلال نبودم، ولی تو رخیان ما کسی نمیاد بگه که اونا گل نمیزنن. من بازی چیزی نداری؟ نه اصلا، مگه میشه همچی چیزی؟ مگه میتونیم من نمیدونم، من نمیگم آقا، یعنی که جای طرف مقابل شما مثلا میدونم حضرتون کیه، خیلی دیدم، خیلی شنیدم، ولی من تا من این اصلا شاید من نمیدونم، شاید اومدم مثلا به آقای مثلا پروین گفتن خب، ولی تو جمع این اصلا نگفت، تو جمع اینو نگفت. من یه چیز به شما بگم، شما وقتی توپه میاد میفته اونجا، خب شما هر کی میخوای باش، توپه میفته سرشش رو پای تو میخوای اینو بزنی تو گل، مخصوصا حالا تو بازی پرسپولیس استقلال باشه، یه بازی بزرگ باشه، هر کی آقا تو بگو آقا فلانی گفته آقا نزنی تو گل، مگه میشه شما تو توپه بیفته زیر پای من هم میزدن تو گل، اگه میگفتن نزن میزدن.
یه چیزی گفت آقای پروین توی نیم توی نیمه توی و قبل از نیمه که 9 نفر شدیم اگه یادتون باشه جمع شدیم با هم که 9 نفر شدیم. نه تو همون بازی درست. تا وقتی 9 نفر شدیم یه بازیکن مثلا مصدوم بود ما همه جمع شدیم. اون صحنه که فکر کنم آقای هلالی تک زد نفر دوم آقای هلالی بود دیگه اخراج شد. آقای پروین گفت ما نمی‌بازیم. ما بریم بازی کنیم هر چقدر میتونیم توان داریم بذارید ما نیم بازی بذاریم. اینو گفت تو نیمه هم همینو گفت و خیلی آقای پروین خیلی صحبت نمیکرد. خب توی رخکن من فکر کنم که نقطه قوت آقای پروین دو تا چیز بود، یکی ارنج کردنو خیلی خوب بود و مدیریتش خیلی خوب بین آقای آبدینی و آقای انصاری فر بود. این کشمکش که ما خودمون نمی‌دونیم مدیر عامل اون کیه. وقت سهام باشگاه بود درسته؟ وقت مالکیت باشگاه بود. چی بود خب؟ ولی تو اون موقع خب تو اون وقت ما دو تا مدیر عامل داشتیم. اونا با چیز بودن دیگه، آقا آبدینی بودن دیگه. خب بعد ما دو تا بعد ما رو دعوت کرد آقای آبدزاده، آقای هادی عقیدی بود، آقای کریمی بود، آقای انصاری مهدوی که بود، برزگر بود، دادفنایی بود. همه بودم. خب بعد جالب این که من یه عروسی دعوت بودم نمیخواستم برم اصلا. بعد گفتن تو میترسی نه فلان، گفتم رفتم من. بعد رفتم که فکر میکنم 40-45 دقیقه بیشتر نبودم اونجا. بعد برگشتم رفتم عروسی. واسه عروسی پسر دایی بود. اون رفتی پس میدونی؟ آره رفتم. بعدش هیچ اتفاقی نیفتاد. فرداش اومدن یه مقدار صحبت کردن و گفتم چرا رفتین و فلان، گفتم خب مدیر بوده ما رو دعوت کرده. تیم توی تهران چیز شده بود دیگه، از گروه خودش تیم اول اومد بالا جام باشگاه آسیا تو تهران الهلال که سه هیچ بود. بله بعد آره بعد اینکه بعد اتفاقا بعد دو سه روز خود آقای آبدینی دعوت کرد اونجا هم رفتیم ما. میگم آره ما دو تا مدیر عامل داشتیم دیگه. آقای آبدینی دعوت کرد قشنگم یادم تو خیابون پاسداران بود اون چیزی که رفتیم، مهمونی که رفتیم، همه چی تموم شد. حتی من دو تا بازی بعدیش هم بازی کردم قبل از زید بود دیگه. اینا توی اسفند ماه بود. بله اسفند ماه بود، شیش فروردین. بعد با آقای ملکیان رفیق شما رفته بودیم شمال توی یه سوپرمارکتی داشتم خرید میکردم اخبار ورزش. من و آقا فرد بودیم با اخبار ورزشی داشتم، میگفت گفتن آقا فلانی 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 8-9 نفر رو اخراج کرده. 9 نفر 8 نفر اسمایی که من دارم 8 دارم فکر کنم علی کریمی هم بود. علی ننوشتن، علی اگه میرفتی این پرسوس بازی کنن فکر کنم بود. ولی اینا حالا نمیدونم 8-9 نفر بوده. خب رضا شاردی هم بود. آره رضا عابدزاده هم بود. آره بعد یهو تو اخبار ورزشی اعلام کرد که فلانی 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 اخراج از تیم. بعد این سوپرمارکتی بنده خدا هم اینجوری نگاه کرد به من گفت آقا بزی اخراج شدی؟ کدام من مثل شما الان شنیدم اخراج شدم دیگه. وقتی گفتن اخراج شدم دیگه. و 7 نفر از این 8 نفر یا 9 نفر نمیدونم خب برگشتن، فقط من برگشتم. گفتن که ببخشید فقط اون مقطع آقای پروین گفته بودن که به خاطر مسئله فنی اخراج کردن درست؟ یعنی گفتن بله بله نه نفر رو گفته بودم به خاطر مسئله. آخه ببین معید فنی باشه، ببین من نمیدونم بعضی میام که الان بود مسلمه نرف رو نمیزد آقای پروین. وقتی فنی باشه شما میذارین بذار آخر فصل که میشه شما میگه آقا من شما نمیخوام برید. نه که 9 نفر تو توی فصل بگی نمیخوام. شما نمیتونی 9 نفر توی فصل بگی. این 70% تیمتون نمیخواد. من اعتقاد داشتم کاری که به قول معروف اشتباه نبوده رو کردن. یه اشتباه شاید از نظر خودشون این کار اشتباه بود خب و همه رفتن گفتن آقا عذرخواهی کردن برگشتن. من گفتم ببینین من واقعیتشو بگم، من دیگه فکر میکردم که توی پرسپولیس ولی مجبور شدم. ببینین چون اگه میموندم میخوایم اسم ببرم کیا دیگه بازی نکردن، کیا فوتبالشون دیگه نابود شد. یکیشو میگم هادی مهدوی که دیگه بازی نکرد. هادی به من گفت که بیا ازت خواهی کن بریم بازی میریم بازی. گفتم هادی من نمیام چون من شناختی که دارم من دیگه بازی نمی کنم تو این تیم.
من فکر میکنم باز برمیگرده به سلیقه و یه چیزایی که خیلی نمیخوام الان باز کنم، چون شاید من نمیتونستم تو اون تیم بازی کنم، ولی میتونستم یه ذخیره خوبی برای آقای دایی و کمان که من برای آقای دایی ذخیره مثلا ذخیره نکنه که نه تو تیم پرسپولیس هم بازی بودم با آقای دایی. خب به هر حال آقای خداداد عزیزی بازی میکرد، بازیکن خب خیلی سطح بالایی بود، ولی بزرگترین ناراحتی میدونی از چی بود؟ وقتی من تونستم توی جام باشگاه آسیا تو اون سن، خب وقتی تونستم، حتی خود آقای مایلیکان اومد توی رخکن به من گفت همین روند رو ادامه بده خیلی خوبه، ولی اومدم تهران نفر اولی که خط خوردم من بودم. این واسه من قابل درک نبودن، نتونستم حذف کنم چون آقای مایلیکان اونجا بود. اینو بذارین چون خود آقای مایلیکان اونجا بود، حالا شاید بخواسته منو تشویق کنه، من نمیدونم، ولی برداشتی که شما، من الان میگم به شما، شما این، من نمیدونم الان برداشتتون از این صحبت چیه. شما میگه همینجوری، من مربی تیم ملی ام، به شما میگم آقا همین روند رو ادامه بده، خیلی خوبه، همین روند رو ادامه بده خیلی خوبه، یعنی شما از من راضین دیگه، یعنی من از شما راضی ام الان من مربی، ولی بدون اینکه من حالا به قول معروف تو یه بازی تست بشم، یا تو یه بازی شاید تیم ملی بگین آقا تیم ملی مثلا نباید تست بشه، ولی من فکر کنم اگه آخه میدین چیه، دو تا سه تا تمرین خط خوردم، چون بعدش رفتم باشگاه آسیا دیگه.